همراه هستیم با مهناز افخمی، وزیر مشاور پیشین در امور زنان. از بهتر خانم افخمی، در مورد پیشینه و فعالیت های اردشیر زاهدی بیشتر از شما بشنویم. متشکرم. با نهایت تأسف برمیگردیم به دورانی که من آقای زاهدی رو آشنا شدم باشون و باشون کار کردم، در دورانی که من وزیر زنان بودم و ایشون سفیر ایران در امریکا، و تقریبا تمام اون دوران و همزمان با هم این سمت ها رو داشتیم. آقای زاهدی به نظر من یکی از افراد واقعا وطن پرست و ایران دوست بود و در درجه دوم از اهمیت دیپلمات درجه یکی بود. یعنی من که برای اولین بار به در سمت وزیر به امریکا آمدم، در عرض 24 ساعت ایشون قرار گذاشت که وزیر مسکن امریکا که یک خانم امریکایی موفق و فعالی بود با من ملاقات کنه، چون من اون زمان توسط آقای هویدا منصوب شده بودم به عنوان مدیر طرح عمران جنوب شهر تهران، و خب این خانم هم در همون زمینه کار میکرد در امریکا و یکی از به اصطلاح کسانی بود که ایده های پیشرفته ای داشت. منظورم این است که ایشون میتونست در یک مدت خیلی کوتاهی با تمام سران قوم در امریکا تماس برقرار کنه، هرچی که به نفع ایران تموم میشد و به نفع دولت ما و به نفع ملت ما تموم میشد میتونست درش نقش موثری داشته باشه. در اون زمان مثلا سفارت ایران در امریکا یک شهرت افسانه‌ای پیدا کرده بود، و اون به خاطر نوع به اصطلاح ارتباطاتی که اردشیر زاهدی داشت با تمام افراد مهم و پیشرو امریکا، چه در دولت، چه در سطح هنرها، چه در سطوح مختلف دیگه. و من یادمه که یکی از این برنامه هایی که در تلویزیون میگذارن برای دادن هدیه به افرادی که در آدینس هستن و برنده میشن، یک خانمی از یکی از استانهای امریکا ازش خواستن چی میخوای، ایدئالت چی هست، گفت یک شام در سفارت ایران. یعنی یه حالت خیلی استثنایی داشت سفارت ما، و فقط در زمینه زیبایی خود سفارت و یا نوع برنامه هایی که درش بود در ارتباط با واشنگتن نبود، که در زمینه اون دسترسی که اردشیر داشت به همه سیاستمداران مهم. و در آخرین روزهای کار ما، یعنی آخرین ماهای کار ما در دولت سابق، آقای رئیس جمهور کارتر به ایران آمد با یک خیلی سریعا تصمیم گرفت که شب سال نو رو در ایران بگذرونه، و من یکی از میزبانان او بودم، و آقای اردشیر زاهدی البته نقش خیلی مهمی داشت و افرادی که اونجا بودن همراه با آقای رئیس جمهور، آقای بنس بود، آقای بریژنسکی بود، دیگران بودن، و جلساتی که تشکیل میشد برای بحث راجع به سیاست امریکا و ایران و ارتباط ایران و امریکا، آقای زاهدی درش نه تنها نقش مهم دیپلماتیک و سیاسی داشت، به خاطر ارتباطات نزدیکش و دوستی هایی که داشت کار رو آسان تر میکرد. و خب اون خیلی اون شب ژانویه ای که به اصطلاح سال نو رو آقای کارتر با ایرانیان و در مهمانی که علازت ترتیب داده بودند شرکت کرد، واقعا خارق العاده بود. یعنی آقای کارتر صحبتش این بود که نزدیکترین
ملت و دولتی که در دنیا هست در واقع برای امریکا ایران هست و شخص شاه مهمترین دوست و به اصطلاح مشاور رئیس جمهور امریکا است و اینها رو اصلا خارق العاده بود یک همچین اظهار دوستی و علاقه و نزدیکی. متاسفانه همه اینها درست یک سال و دو هفته بعدش کاملا از بین رفت و ایران به حکومت بعدی مبدل شد که یکی از مهمترین دشمنان امریکا شده ایران و یکی از به اصطلاح منفورترین ممالک. و فکر میکنم که ایشون واقعا یک دیپلمات نمونه بود و چون به هر حال نقش دیپلماتی نیست که دوستی برقرار کنه، تفاهم برقرار کنه، ارتباط نزدیک برقرار کنه و این کارها رو ایشون خیلی موفق در انجام دادنش. سپاسگزارم از شما. مهناز افخمی وزیر مشاور پیشین امور صنعت پیتزا همراه ما بود.